با سلام و درود. به نظر می رسد داستان بحران در روسیه ابعاد دیگری دارد. با تازگی اظهارات پریگوژین در روز اول نشر شده در العربیه. او به خبرنگار العربیه در راهی که می رفته به طرف بلاروس گفته بوده که ما هنوز در بلاروس هستم، نرسیدیم که وحشت در اروپا شروع شده. این به اصطلاح مفهومی را که ما در چند روز اخیر رویش تمرکز میکنیم با وضاحت نشان میده. ریچارد دنات از مجلس اعیان انگلیس او گفته که ای آدم به طرف کیف میچرخه، یعنی به طرف کیف حرکت خواهد کرد در جنگ های بعدی. رئیس کمیته دفاع دومای دولتی روسیه کارتا پولوف یه آدم میگه که ازش سوال شد که واگنر مگر منحل خواهد شد. یه آدم گفته که حداقل تغییر خواهد کرد. متوجه هستن؟ انحلال در کار نیست، تغییر خواهد کرد، یعنی تجدید مدیریت میشه. تا چطور تغییر خواهد کرد؟ میگه خب از نظر داخلی، از نظر ساختار داخلی خود، از نظر تعداد خود، از نظر امنیت خود و از نظر مثلا و یعنی که تابع کدام ارگان باشد تغییرات میه. یکی چی گونه تغییرات میه ما فعلا در بارش خیلی زود است که صحبت بکنیم. یعنی واگنر سر جای خود است. از یک سو ظاهرا جنگ ابزارهای سنگین واگنر از جبهات، خب برحال قبلا از بخمود برآمده بودند، جنگ ابزارهای سنگینشان به طرف انبارهای وزارت دفاع روسیه در حال انتقال است. چیز دیگه که اتفاق افتاد، استخبارات روسیه گفت که ما در جریان بررسی پرونده جنایی متوجه شدیم که در 23 جون شورش مسلحانه که شروع شده بود، شرکت کنندگان یا کسایی که این کار شروع کرده بودند مرتکب کدام جنایت نشدند. بنابراین هیئت بازرس در 27 جون تصمیم به بسته شدن پرونده جنایی گرفتن، یعنی پروندهش هم بسته کردن، یعنی هیچ چیزی نبود. خب پس پوتین چرا در آخرین سخنرانی خود چیز دیگه ای گفت؟ از سپردن مجرمان به عدالت سخن گفت. یعنی هم میخوان این مسئله را مفتوحه مثلا مختومه اعلام کردن، هم از نظر تبلیغاتی با او بازی میکنن. به نظر میرسه که این مرغ قفس داستان دیگه میخوانه. اینطور معلوم میشه آیندی که برای فرمانده واگنر گرفتن پیش بینی کردن در جنگ بلاروس است. از این حال یک نوع بیم و حراس در کشورهای غربی پیدا شده است که این آدم اینجا چه میکنه. پریگوژین امو زمانی که شهر قدیمی راستوفه به قصد جمهوری بلاروس ترک میکرد، در نیمه رو با سوال خبرنگار العربیه گفت که ما هنوز به بلاروس نرسیدیم که وحشت در اروپا شروع شده. این بسیار گپ معنادار است. این معلوم میشه که این یک عمو مجرمی نیست که ندامت کشیده و میره به طرف تبعیدگاه. این یک تصویر دیگه از خود میده. جالبی است که العربیه از حرکت کاروان فرمانده واگنر به طرف بلاروس اتا که میبینه به این نتیجه رسیده که قشون واگنر در مرز بلاروس و پولند مستقر خواهد شد و این به معنای تقویت مرز به سود بلاروس است. خب واضح است که حال داستان دیگه خوانده میشه. حالا نگاه کنیم که مثلا در 2 سال اخیر در بلاروس اینا میرن مستقر میشن چه کارزاری را افتاده، کارزاری که ما تا حال ممکن است اکثریت شما مردم عزیز از او خبر نباشید. رسانه ها هنوز از او چندان گزارش ندادن.
دمی مدت دمی طول 2 سالی که جنگ جریان دارد در بلاروس کار ساخت و ساز اردوگاه های بزرگ جنگی در جریان است که هدفش ساختن یک کمپ و بارک های عظیم جنگی برای واگنر است و نشریه لاوی اوت می نویسد که ساخت اردوگاه در اوسی ویچی اوسی پوویچی یک منطقه است. اوسی پوویچی واقع در منطقه موگیلوف در اینجا اردوگاه ساخته می شود برای 8000 جنگجوی واگنر و اینمی اردوگاه ساختش خلاص شده تمام شده و اردوگاه متعدد دیگه هم در گوشه و کنار مرزها در دست احداث است. خب پس خب اگر نه مشخصاً خود پریگوژین اما لشکر جنگدیده واگنر دیر یا زود در این منطقه مستقر میشه. اونجا خب پولند و ناتو تکلیف خود میفهمند چی کنند. آل فرمانده واگنر مثلا مهم نیست که در رأس باشه یا در آشه باشه، او میتونه از پشت صحنه نبردهای اروپایی را گردانندگی بکند. مساحت کمپ اوسیپوریچی یا اوسیپوویچی 24000 متر مربع است که برای 8000 نظامی طراحی شده. آل در باشگاه اروپا که در روزهای اول یک خوشحالی های اولیه حاصل از شورش واگنر در شهر راستوف پیدا شده بود، حالا جای خود به شک و تردید و یک نوع حد زدن بازی معکوس داده. اروپا حالا به یک مجمع مشوش تغییر چهره داد. میگن که چیزی که ما دیدیم در عقبش ممکن است چیز دیگه باشد. مثلا یادم چرا اینجا آوردم؟ در مرز هلند ریچارد دنات جنرال انگلیسی و عضو مجلس اعیان انگلستان میگه که یفگنی پریگوژین میتونه از واگنر برای حمله به کیف از استقامت بلاروس استفاده کنه. خب یا او طرف است یا او طرف. خب بالاخره اینا رو میتونه پیش رانش کردن خارج از مرز روسیه. ریچارد دنات با اسکای نیوز مصاحبه کرده بود و گپای زده، میگه استقرار واگنر در بلاروس نگرانی های را ایجاد کرده. چه نگرانی های؟ از اون نگرانی هایی که تال ما در باریش اینه گفتیم که و تشویش ها نیست که بخموت اونجا را کاملا ندافی کردن، آری تیه رفیر رخ کردن بنام از که علا بغاوت کرده علیه مسکو، اما تو گریختاندنش او طرف به اصطلاح پیش رانشش کردن. پریگوژین نیروهای رسمی آماده جنگ در اطراف خود نگه داشته. ایره ریچارد دنات میگه. خب من از نظر یادم پریگوژین تهدیدی برای نزدیکترین سنگرهای اوکراینی در استقامت کیف است. کاملا محتمل است که روسیه از واگنر برای پیشروی دوباره به سمت کیف استفاده خواهد کرد. این قطعات زبده را کس از دست نمیده. خب در یک گزارش غیر رسمی دیگه هم آمده که این بسیار قابل توجه است که رهبر چچن رمضان قدیروف هم قرار است واحدهای جنگی خاصی که در اختیار داره به نام احمد، یعنی از جبهه دیگه به استقامت کیف مارش بکند. اینی گزارش غیر رسمی که ایره البته مطبوعات غربی میگن. اونا خب مطبوعات غربی وقتی که میگی چیزهای عملیاتی میباشد و در منزل یعنی در خط اول شهر خارکوف اینا تحرکاتی دارن و میخوان که قرار خود از اینا میگنی خارکوف تسخیر بکنن. به این ترتیب اگر خارکوف گرفتن فاصله رسیدن به کیف
بسیار کوتاه میشه. چقدر میشه؟ 100 کیلومتر. 100 کیلومتر یک خیز است. این موارد گزارشات به اصطلاح همون نامتعارفی است که از بحران اخیر روسیه به دست ما رسیده بود که در اینجا به اطلاع شما عزیزان وطندار رسانده. تا برنامه بعد.